خب رفیق گل، مرسی که اومدی این ویدیو رو ببینی. پیشنهادی واسات دارم. قبلش برو این ویدیویی که تامنیلش این شکلیه و کارداش رو سمت راست بالا واسات گذاشتم، برو اول اونو ببین بعد بیا سراغ این ویدیو. داخل اون ویدیو به تک تک بچه‌های دو تا پلیر کانالمون فالوورش نفری 1,000,000 تومان. بابت یکی از سورپرایزایی که داخل همون ویدیو بهتون گفتم، فرصتش محدود کمتر از یه هفته مونده. اول اونو ببین بعد بیا سراغ این ویدیو. عشق منی. What up guys, چطورید؟ استرسم در خدمتون با یه ویدیو جدید. واسه 5 صبح خوابم نمی بره، حوصله حرف زدنم دارم. یکم با خودم فکر کردم، گفتم واسه بچه‌هایی که رنگشون گاردین، هرالد، کروز، آرکان و این داستانا، یه ویدیو کاربردی بگیرم که به درشون بخوره. میخوام مشکلات گیم پلی و مشکلات موو دادن پلیرا رو تو رنک پایین بگم که اگر اصلاحش بکنن خیلی راحت رنک آپ بکنن. این سبکی تا حالا ویدیو نگرفتم، نمیدونم استقبال میشه یا نه. منتظر نظراتون هستم، بریم ما ویدیو رو ببینیم. خب آقا یه هرالد رندوم پیدا کردم. آقا سند عزیز که یکی از مشتریای سایته، کلی ازمون خرید مرید کرده، رندومی که گیم ها شدیدن دیدم یه دونه گیم آلپی که با لیژن کماندر 3.15. بریم ببینیم آقا ایرادا چی بوده، واسه چی لوز دادن، چه کار میتونست بکنه بهتر بشه و آقا اصلا میتونست گیم رو ببره یا خیر. اینم که اسلار که کسافت جلوشون بوده بی تاثیر نیستش. حالا گیم پلیش من دانلود کردم، بریم ببینیم چی توش در میاد. میخوام ایراد بنی اسرائیلی تور تک تک مووای غلط، حرکت های غلط همه رو میخوام بگم بچه ها تک تکشو. الان تیم اینا بچه ها اصلا اسموک نخریدن بیان جلو، در صورتی که هیرو کچ دارن. یعنی چی؟ هم ویننجه میتونه استان کنه، هم لایا میتونه استان بکنه، هم مانکی میتونه استان بکنه. یه اسموک میخریدن میریختن سر اینا، یا یورسا یا کریستال یا اوگرمگی رو راحت میتونستن بزنن. اول بازی اسموک نخریدن، خیلی راحت میتونستن با این هیروها کیل بگیرن. یکی از مشکلات استارت گیم بشونه. اول بازی هنوز گیم شروع نشده، دوستمون لولی کشو گرفته. صد دفعه گفتم تا تو لین نرفتید به لولی احتیاج پیدا نکردید لول نگیرید. بفهم نفهم برید تو لین، شاید اصلا دارید میمیرید مجبورید سری برگردید. به یک کوچولو اچ پی احتیاج داری، شاید لازم باشه دو بگیری، شاید به یک به یک داری یکی رو میزنی، شاید لازم باشه سه بگیری. اینکه اول بازی خود به خود اومده واسه خودش رندوم شد یه دونه لول یک گرفته، با اینکه اکثرا هم لول یک میگیرن، من خودم هم میشه لول یک میگیرم، باز هم این حرکت غلطه. اول باید وای میساده بازی شروع شه بعد لول میگرفته. تانگوش بد نی، میخواد ماجیک وند بیاره. ماجیک وند بد نی چون کریس what the fuck بیزو چرکتی بود. ماجیک وند بد نی چون که کریستال و اوگر مگی و یورسا و اسلارک و مورف همشون زرت و زرت لول میزنن. ماجیک وند تو طول گیم آیتم خوبیه، آیتم لینی نیستش چون بعید میدونم تو لین خیلی به کارش بیاد، اما تو طول گیم آیتم ماجیک وند چیز جوابیه. بعد دینای زد، من خودم روی لاست دینای بچه خیلی گیرم، خیلی خیلی گیرم. با اینکه تو گیم پلی هم شاید دیده باشید، حالا ما چون تو توربو میزنیم گیم و اینا میخوایم ویدیو سریع تمام بشه، دقت بکنید من اصلا خیلی با دقت لاست نمیزنم، شاید هر 10 تا لاست 3 4 تاشم تازه میس بدم. سر اینکه اصلا کل فوکوسم what the fuck نگو میمیره. ای بابا خب چند تا چون که سر اصل فوکوسم سر ویدیو، حواسم به حرف زدن و شوخی کردن رو ویدیو، کلا حواسم خیلی به گیم نیست، سر همین فان پلی میدن خودم هم لاست میسونم. اما واسه کسی که عادی داره پلی میدن اصلا نمیتونم بپذیرم لاست میسونه. خب بذار من دونه دونه بچه اتفاقات اشتباه رو بگم. خب اولا من اشتباهات همه بچه ها رو میگم، نه فقط لیژن کماندر. این کدوم گوریه لایون؟ اوکی بس لایون به کنار. چرا وقتی میره دو نفر اومدن روش نمیپیچه؟ به خاطر لاستید وای میسته که مجبور بشه دو سه تا تایم ببینه اون یه لاستید ته تهش میخواد به ما چقدر گلد بده، ته تهش میخواد بهمون 80 تا گلد بده، حداقل 200 تا آدم به خود پول بدی که هیل چی ضرر دادی عملا، به خاطر ایکس پیش نمیارزید. عقب هم میرفتی ایکس پیشو میگرفتی. اوکی خب الان که دو کریستال تمام شد باید یکش رو میزد میپیچید در میرفت. اوکی دوباره برگشت، اشتباه بود، اصلا گرفتن لول یکش اشتباه بود، باید دو میگرفت که به محض اینکه کریستال روس یا همون لول دوشو میزد بلافاصله لول دوشو میزد روش میپرید با هیل با اچ پی که داره هیل میشه به سمت عقب فرار میکرد. همین ناکن دیدی گفتم لول یک گرفتنش اشتباه بود. خب الان دو تا حرکت غلط دیگه، لایون واسه اینکه اینو استان بکنه لیژن کماندر رو بلاک کرد. وقتی کریت داره فرار میکنه راهش باید باز بکنی، اولویتی که یعنی راه اینو باز بکنی که بیشتر هیت نخوره. یه اشتباه دیگه، تو دهن اینا وایساده داره تانگو میزنه، سر اینکه وایساد اینجا تانگو رو بزنه یه هیت دیگه کریستال میدن خورد. قشنگ باید میرفت عقب یکی از درختای اینجا رو
یه درخته اینجا رو باید میرفت روش تانگو میزد، نه اینکه وسط فایت بره تانگو بزنه که یه هیت بیشتر بخوره. کریستال بیندن دمیجش چند 50 تاست، تانگو میخواد چند تا هیل بکنه، اگه اشتباه نکنم 120 تا هیل میکنه تانگو. نصف تانگو تو عملا به خاطر این حرکت باخت دادی. الان یه دونه آرون منش بر رو زمین بزنه، تانگو بزنه روش که بیشتر هیل شه چون اچ‌پیش خیلی کمه. آرون منش رو نگه داشته واسه ماجیک فن. بریسر داره میاره، اشتباهه. وقتی میبینه جونش کمه، کریستال تو لینشه، کریستال زر زر لول میزنه. اسلارک هم زر زر لول 1 میزنه. وقتی این دو نفر جلوتن تو نباید بریسر رو اول بیاری. 6 تا بریسر هم بیاری، اسلارک با لول 3ش زوبت میکنه. باید ماجیک فن رو میآورد که بتونه اینا رو کانتر بکنه. اشتباه داره آیتم میاره. ترتیب آیتم مالیش غلطه. اونه بد نی استاناشو خطی سعی میکنه بزنه که به همه بخوره. الان یکت رو بزن، یکت رو بزن. آها اشتباه از این بود که یک گرفت دیگه، الان دو گرفته بود. اولا اونجا اینقدر دمیج داره میخورد، دوان اینجا نمیموردش. درباره حرکات غلط و درست تیم حریف اصلا بچه صحبت نمی کنم، چون دیگه خیلی گیج میشید. همه بخوام همه مووا و همه آیتم مندی و همه لول زنی و همه تیم افرادو بگم دیگه گیج میشید. فقط درباره بچه تیم دایر صحبت میکنیم، حالا بعدا این خواستی ریدندش هم میریم. الان برشتر اینو میده، این رنجو چرا نمیزنه؟ این رنج، بله رنجو لایون زد، رنجو بزن. دوتا رنج میستا، خیلیه وای، دوتا رنج میستا، عملا این چهار تا لسید میستاد اینجا. دانس وورد سش زد، اگه لسید این هم نمیزد. نباید اینقدر درگیر دینایی باشه. ببین آکو این حرکت الان لیژن غلطه، نگاه کن لیژنه این یونیتر بچه نگاه کنید، لیژنه میخواد این یونیتر رو دینای کنه، نگاه میخواد اینو دینای کنه، لسید خودش از دستش در میره، نگاه اوکی میخواست اونو دینای کنه، این لسیدش از دستش در رفت. تو وقتی کری لینی، وقتی سیف لینری، آف لینری، اوکی داری کری پلی میدی، اولویت یکت باید لسیدت باشه، اولویت دوت باید دینای باشه، اولویت یک ساپورتت باید دینای کردن باشه. کار لایونو داره انجام میده، اشتباه داره میکنه. استان کاملا شتی بود. حالا اینکه لول میس بدن بچه دیگه اشتباه محسوب نمیشه، آماتور بودن و بی تجربه بودن و ناشی بودن آدمو نشون میده. مثلا تو ویدیو گیم پلی قبلی و قبلی و قبلی تر خیلی، مثلا سهرم خب بازیش خیلی خوب نیست دیگه، تازه بازی شروع کرده. مثلا سهرم دقت بکنید، مثلا با اینکه رنگش گاردینه، کروز گاردینه چیه یادم رفتش، با اینکه رنگش کروز گاردینه خیلی لول میس میده. تایمی که لولاشو درست میچینه خوب کیل میگیره، اما خیلی میس میده. مثلا ونومنسر گیم پلی قمه کارش واسه میذاریم دوستاش ببینید. کومبو وایپر بنو فلی پلی دادیم توی لیم 5 6 تا لول یکشو میس داد. اینو دیگه ایراد نمیشه گذاشت، این دیگه ناشیگریه. آها بزن اسلاک میمیره. ای بابا چرا یه اومد سمت کریستال لیژنه وایسا؟ این که یه ها تارگتش کردن درست نا کن، لیژن یه امید پایین. خب چه کاریه؟ اونو برو با این کاملا موبشون اشتباه بود دیگه. سه دفعه هم اگه کریستال اونجا بکشن تریپل کیل هم بشه، دو بار وای بک بکنه و اونجا بکشنش، باز هم ارزش نداره. مهم اینه که کری قضیه، اسلارک بمیره. من لیژن چون نمیاد کنک لایون عجب. ببین الان آیتم مندی چیز کاملا غلط لژیون. به جای اینکه بریسر می آورد، حالا ماجیک فن خوبه در مجموع، اما به جای اینکه بریسر بی آورد، بعد الان باگ خودشونو پیدا بکنن. باگی که الان توی لین وجود داره چیه؟ اینکه نمیرسن به اسلارک. یا باید اورباف کراشر می آوردن یکیشون که برسه به اسلارک، یا باید بوت می آوردن. ببین آکو با اینکه موومنت اسپید اسلارک 25 تا کمتره، اما چون سریعتر داره موو میده، سریعتر لوکیشنشو انتخاب میکنه واسه موو دادن، نه لایون بهش میرسه نه لیژن کماندر. سر همین یا باید اورباف کراشر میوردن، اینا واسه تون نشون بدم، یا اورباف کراشر میوردن که یارو اسلوشه که قطعا دیگه بهش برسن، یا حتما باید بوتا و اسپید حداقل میوردن. مثلا این اورباف ونوم دیگه باید لایون میورده. این باگیه که الان تو این لین دارن. آکو اسلاک داره هرس میکنه، رفت و سلف هیل کرد، الان دوش هم تازه نزده، راحت میتونه با دوش فرار کنه. بابا هیتس بده جونه بچه،
این خیلی بده دیگه، غلطه. این مدل پلی دادن غلطه، افتضاح دارن جوتشون بودن بچه. این هم دارم میگه حالا دوستمون آقا سهن نمیدونه من ویدیوشو دارم چیز میکنم، ریویو میکنم، شاید هم ویدیو رو ببینه کامنت بذاره بگه پشمام این داستانا. این هم تو میگم بچه الان نمیم بکوبی، ما میخوام به صورت خیلی اگزاجرو خیلی هایلایت موبای غلط و حرکات غلط رو بکوبم تو ویدیو که بفهمید چه کارهای غلطه. این ریزه کاری ها رو کسی رایت بکنه رنگش راحت ایشنته، چون خیلی ها هستن کلیت گیم رو میدونن باید چی کار بکنن، کلیت هیروشون رو میدونن، فهمیدی؟ ریزه کاری هاشون مشکل داره تو هرالد گاردین گیر کردن. کسی ریزه کاری هاش درست بشه راحت به ایشنت میرسه، ایشنت اصلا رنگ عجیبی غریبی نیست واسه رسیدن بهش. ایرسالر دیدی دوشون نزد تا بزا بهش برسه، تانگوش تمام بشه الان احتمالا بلافاصله تانگو میزنه کریستال. بالانس گیم، فقط این تیم دایر خیلی داره بد موو میده، هم لیژن داره بد موو میده هم لایو. اینو میس ندی لاستیتشو، اینو میس نده، اینو وای رنجو بچه اصلا نباید عشقی لاستیت کرد، رنجو فقط دقیقا باید لاستیت کنی، نباید بهش ایت بدی. او راستیه رو بزن، آها حالا چپیه 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 چپیه. ببینید بچه ها وقت دوتا رنج تو تیم شما بغل هم میفته ناکن، الان ما یه رنج اینجا داریم یه رنج رو داریم دیگه، خب وقت دوتا رنج یا سه تا رنج یا چهار تا رنج کناره هم میفته خیلی زودتر از موعدی که معمولا لاستید میکنید باید لاستیدتون رو بکنید، چون دمیج هیروی رنج و اتک اسپیدش جوریه که هم دمیجش بیشتره هم اتک اسپیدش بیشتره، خیلی تون تون هیت میده و از موقع لاستید دستتون در میره. وقتی دو الا چهار تا یا پنج تا اصلا رنج کناره همن خیلی زودتر باید لاستید رو بزنید که مثلا داشتمون لاستید رو میز ندید. دهنم کف کرده چای بخورم. الان لایون باید استانشو میزد بزنه که لسیتا رو رنجا رو لسید نکنه، استانو بزن رنجا رو لسید نکنه. خیلی دیر اومد جلو، الان مانای کریستال خب چه فایده داره میکشه، این اشتباه بود حرکت لایون دیگه. ببین آقا کن تو 20 در ثانیه داری مانای چیزو کریستال میکشی، این سهشو آب نکرده 5 در ثانیه داره پر میشه، به هیچ جاش هم نی. اگه میخوای مانا بکشی باید مانا اسلارک رو بکشی که مانا ریجنریشنش دوه و مانا ریجنریشن بعضی به خیلی براش مهمه که من رو درست تلفظ کنم تو کامنت. استان علکی زد واسه یه دقیقه رنج رو دینای کن دیگه، اشتباه دیگه، این ریزکاری ها رد نمیشه. یک به یک کمانکان میزنه، ماجیک من دو، ماجیک من دو، لیژن ماجیک من دو، نرم زیر دیگه. همونجا اون موقعی که اونجا بود استان شده بود ماجیک من دو رو میزد اسلارک رو زده بود. الان دو بزن نمیری؟ خیلی گیریدی پلی میده، خیلی دو تا هیت سه تا هیت اتاور خورد. حالا کاری ندارم اینجا اشتباه کرد که یک نکرد دو زد، دو بخش دو نزد یک زد، اما با موو درست میتونست اینجا به جای اینکه سه تا هیت اتاور بخوره یه دونه بخوره. خیلی بد موو داد، خیلی خیلی بد موو داد. بذار من درباره موو درست زیر این بخش از گیم بهتون نشون بدم، دوباره هم واسه تون پلی نمی کنم، اگه این تیکر ندید 10 ثانیه بزنید عقب دوباره ببینید. خیلی مهمه که اینجا رو درست موو میداد، موو درست الان بهتون. خب بچه این آقا ما تاور در نظر بگیریم، اوکی رنج دور تاور هم اینجوری در نظر بگیریم، چبی چیز خوبی نشد. ولی خب آقا ما اینو تاور بگیریم، رنج دور تاور در نظر بگیریم، لیژن چی کار کرد الان؟ الان آقا ما این رنگ نارنجی رو لیژن در نظر بگیریم، اینجا هم کریستال در نظر بگیریم، اینجا کریستال بود خب لیژن اینجا بود، لیژن رو مثلا زرد بکنم، لیژن اینجا بود یه بالاتر بود یکم، لیژن اینجا بود. چه جوری لیژن موو داد آبی نشون میدم. ببین آقا لیژن اومد اینجا کریستال رو زد اینجوری رفت بیرون، اوکی اینجوری اومد اینجوری رفت بیرون، چند تا بهش تاور تیر زد، بهش سه تا تیر زد، اوکی تاور بهش سه تا تیر زد، حالا هی داره نقاشی بعد در میشه، تاور بهش آقا سه تا تیر زد. موو درست چی بود؟ موو درست بچا این بود، اینو میومد میرفت تو، اوکی دوباره همین مسیر رو برمیگشت میومد بیرون اینجوری نهایت. تازه من اگه من خودم بودم میتونستم یه جوری موو بدم یه دونه هم هیت نخورم، اینجوری نهایتاً یه دونه هیت میخورم.
سه تا هیت خورد میتونست یه دونه هیت بخوره. پس در نتیجه گایز این مووا خیلی مهمه. یونیتی هم نبود که بتونه خیلی راحت اگروشو بندازه روی یونیت. قبلا درباره اگرو کردن و پرت کردن و دایورت کردن تاور و اینا صحبت کردم تو ویدیوهای قبلی. یونیتی هم نبود که بتونه اون کارو بکنه. بهترین روش این بود تو دو حالتش میتونست کریستال بزنه، ولی تو حالتی که خودش انجام داد کریستال زد مرد با سه تا هیت تاور. تو این حالت تحتش یه دونه هیت میخورد و نمیمون. ببین ناکن مشکل مووینت اسپید داره هنوز که هنوزه داره اتریبیوت های پاورتی ریزشو میاره. اون بوته رو باید اول از همه میوفت، به خصوص زمانی مثل الان که اسلارک بوتش رو هم دیگه اوورده. تو اصلا بود نهری عملا خودت مرده متحرک بدون اسلارک برسه مردی. لول 5 سه شو سه بار گرفته. الان اسلارک بیاد جلو مرده کشته همه رو. اسلارک همه رو میزنه. گریسال باید هلپش بده. یه پویز بندازه رو اسلارک. یه پویز رو اسلارک، یه پویز رو اسلارک، دوست من محله ساعت تیما کاملا اندازه همه. آفرین چه استانی داج داد اسلارک ماشالله. یه دو نزنی ها بابا زیر تاور که دیگه نبا بری اوست کن دقیقا. اوکی الان این دیگه راحت میزنه لایونو که یکم باید بزنه که اگه استانش کرد تمام. لایونه خوب این سری دوشو دیرتر زد که یک استراک بخوره بعد لول دو بزنه که دیبافش نکنه، اما کماکان باز مردش. استراک هم دیگه لول 6 شد دیگه، خدا هم جلو دارش نیست. الان زیر تاورم من بودم میرفتم با اسلاک. آفرین یک بزن با دمیج یکت میمیره تمام به همین راحتی. این لینو کامل بیست دادم. بچه این ویدیو رو دوست دارم میدونه ویدیوی کوتاه بکنم، نمیخوام کل الان نکن 7 دقیقه بازی رو کوچ کردم. ببین نمیخوام یه بازی 30 دقیقه رو کامل کوچ بکنم، همین 7 دقیقه نزدیکای 10 دقیقه یه ربع شد. کلش رو بخوام کوچ بکنم یه ساعت میشه، حوصله همه خارجه. من استارت گیم رو کوچ کردم، ایراده استارت گیم رو گفتم. اگر از این ویدیو استقبال بشه با لایک و کامنتتون بهم بفرمایید که دوست دارید دوست ندارید. اگر از این ویدیو استقبال شه یه دونه مید گیم هم کوچ میکنم، یعنی وسطای گیم. یه دونه اند گیم هم کوچ میکنم یا لیت گیم هم کوچ میکنم، یعنی آخرای گیم. سه پارتش کنیم این ویدیو رو اگه دوست دارید. این پارت شد پارت اول بازی، ایرادات اول بازی پلیر را به رنگ گاردین هرالد. بعدش هم یه دونه مید گیم، بعدش هم یه دونه لیت گیم. گرتون رو بخورم، امیدوارم ویدیو به درتون خورده باشه. خب رفقای عزیز، تو ویدیو اینو یادم رفت بگم دوستان، نکاتی که الان داخل ویدیو شما شنیدید 100 نکات و پکیج سایت هم نیستش. نکاتی که داخل ویدیو میگم بنا به مدل ویدیو، بنا به اینکه نمیشه مدل دیگه ای گفت، خیلی پخش و پراکنده و کلی میام تمام مسائل رو آنالیز میکنم و بهتون میگم و خیلی پراکنده از نکات. اما پکیج های سایت هم چون واسه هر هیرو متفاوته، 2 ساعت فقط درباره موو درست، آیتم بندی درست، تیپ و تریک های هیرو، استثناءات هیرو و حرکت خاصی که با اون هیرو میشه زد بهتون توضیح میدم. اگه دوست دارید خیلی راحت تر رنگ آپ بکنید پیشنهاد میکنم بچه حتما یه سری به سایت هم بزنید، strc27.com. عشق منید، جیگرتونم بخورم. امیدوارم ویدیو به درتون خورده باشه. منتظر لایک کامنتتون هستم که ببینم چه سبکی ویدیو دوست دارید بذارم. تا دورید دیگر، بدرود. خلاصی